با سلام به شما بینندگان برنامه کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی، من سهیلا دالبند با همکارم سحر تیام بار دیگه با برنامه دیگر از کمیته با شما هستیم. برنامه امروز ما در مورد 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر و 12 اردیبهشت روز معلم. اما قبل از اینکه به برنامه بپردازیم، توجه شما رو به آدرس هایی که میتونید با ما در تماس باشین جلب کنم و همچنین شماره تلفنی رو که زیر صفحه میبینید میتونید شما مستقیما با ما در تماس باشین. با هم این ارتباطات رو میبینیم. روز جهانی کارگر روزی هستش که هر سال کارگران در سرتاسر دنیا به خیابونا میان و اعتراضشون رو به خودشون رو که به حقوقی که هر روز مورد تعرض قرار میگیره توسط این سیستم اعلام میکنن و این اعتراض ها معمولا به شکل راهپیمایی در خیابونا خودشو نشون میده. اما ببینیم در ایران چه اتفاقی افتاد. امسال هم کارگرها در ایران به خیابون ها اومدن در اعتراض به وضعیت معیشتیشون علیه فقر، فلاکت، بیکاری، گرونی، چپاولگری های عظیمی که در جامعه هر روز توسط این حکومت انجام میگیره اعلام کردن. ولی میبینیم در عوض به جای پاسخگویی به آنها، به جای شنیدن صدای اونها، به اونها حمله میکنن و تعدادی از کارگران و فعالینی که در این راهپیمایی شرکت داشتن دست به دستگیری اونها میزنن. همینجوری که میدونیم روز چهارشنبه 11 اردیبهشت این فراخوان که به خیابونها بیان از سوی تقریبا بیشتر از 20 تشکل نهاد کارگری و محفل و سازمانها اعلام شد که به خیابونها بیان و اعتراضشون رو اعلام کنن و حکومت در اسرع وقت به شدت یک وضعیت نظامی و سرکوبگرانه رو توسط نیروهای خودش همون روز چهارشنبه در خیابونا نشون داد و به محض اینکه مردم در جلوی مجلس جمع شدن شروع به سرکوب، شروع به بازداشت تعدادی از فعالین کارگری و فعالین سیاسی زدن. مردم در این تظاهرات، کارگران در این تظاهرات پلاکارتهایی رو با خودشون هم می‌کردن سر کارگر، معلم، دانشجو، اتحاد، گرانی، تورم، بلای جان مردم و نان، کار، آزادی، حق مسلم ماست و شعارهای زیادی رو در تظاهراتشون سر دادن. البته با توجه به اعتراضات رژیم تعدادی رو از بازداشت شدگان رو آزاد کرد، ولی یادمون باشه که این آزاد شدگان با قید وثیقه آزاد شدن، نه اینکه آزاد شدن. ما در این رابطه کلیپ هایی رو با هم میبینیم، قسمتی از اعتراضات کارگری، قسمتی از سخنرانی ناهید خداجو عضو هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران و همچنین کلیپی رو که حمله میکنن نیروهای رژیمی، حمله میکنن به تجمع کارگران، با هم این کلیپ ها رو میبینیم. منطقه سرمایه‌دار بیکاری استثمار، منطقه سرمایه‌دار بیکاری استثمار، منطقه سرمایه‌دار بیکاری استثمار، منطقه سرمایه‌دار بیکاری استثمار، دولت دیانت می کند، مجلس حمایت می کند.
برو 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 سلام بگیر سلام آزاد باید کردن آزاد باید کردن آزاد باید کردن معلم زندانی آزاد باید کردن کارگر زندانی آزاد باید کردن منطقه سرمایه دار امشب ما کارگران در شرایطی اول ماه مهران گرامی می‌داریم که علاوه بر تداوم تشدید سرد و فلاکت گرانی شیرازهای اقتصاد و اداره جامعه به شکل غیر قابل کنترلی در حال و جناح‌های مختلف قدرت به رغم اعترافات آشکار و نهان به این حقیقت غیر قابل انکار هیچ برنامه جز تخمیر سرد و فلاکت بیشتر به میلیون ها کارگر مردم زحمت سرحد ایران و سرکوب اعتراضات آنان ندارند کسانی که چهل سال پیش با جست نفرت و صنایع بر سرنوشت جامعه حاکم شدند به هیچ سرمی در مدع عام بر گرده کارگر سلاح با ممنوعیت اعتصاب و و اما خوب بدونیم که قاضی پور نماینده و عضو فراکسیون کارگری مجلس علت سرکوب و بازداشت تجمع کنندگان روز جهانی کارگر رو در مقابل مجلس دادن شعارهای هنجار شکنانه دانسته و خوبه از این نماینده که خودش رو عضو فراکسیون کارگری میدونه پرسید آیا شعار دادن در مقابل فساد بیکاری گرانی هنجار شکنی است؟ شعار برای خواست تشکل مستقل و آزادی فعالیت‌های معیشتی هنجار شکنیه؟ شعار برای آزادی فعالین کارگری، معلم، بازنشستگان، دانشجویان هنجار شکنی هستش؟ شعار برای افزایش مزد و بیمه بیکاری و تأمین یک زندگی مطابق با استانداردها هنجار شکنی هستش؟ مقابله با دست‌اندازی به منابع و سرمایه‌های صندوق‌های بازنشستگی هنجار شکننده است. در یک کلام شعار برای بهبود معیشت و تأمین یک زندگی بی دغدغه که با منافع و سود سرمایه در تعارض است هنجار شکننده است و واقعا پرسید آیا
جواب خواسته های کارگران و معلمین سرکوب و دستگیری اونها هستش یا رسیدگی به وضعیت اونها هستش تا برای نجات پیدا کردن از این وضعیت وحشتناکی که به سر میبرن. سرکوب و دستگیری فقط مختص به روز جهانی کارگر نبود. ما روز پنجشنبه 12 اردیبهشت روز معلم بود که این فراخوان رو از طرف شورای هماهنگی معلمین داده شد و این اعتراضات، این تجمعات در خیلی از شهرهای کشور برگزار شد و در این روز معلمان همچنین خواستن که این وضعیت نابسامانی که الان در آموزش پرورش کشور حاکمه این رو پایان بدن. ولی به جای اون میبینیم که اولین کاری که دولت میکنه نیروهای سرکوبگرش رو جمع میکنه و حمله میکنه به تجمع اونها و تعدادی از فعالین معلمی رو دستگیر میکنه. نه تنها فقط معلم بلکه بازنشستگان هم از این امر سرکوب و بازداشت بی نصیب نمیمونن و تعدادی از اونها رو بازداشت میکنن. باید بدونیم که این تعدادی از اونها آزاد شده ولی همونجور که در بحث قبلی من اشاره کردم با قید وثیقه آزاد شدن. اینها آزاد نشدن بلکه هر ثانیه دولت میتونه، نیروهای سرکوبگر میتونه، اطلاعات کشور میتونه اینا رو دوباره برگردونه به زندون. ما در این رابطه صحبت‌های زهرا عوض‌زاده یکی از معلم‌ها در روز معلم رو با هم میبینیم و همچنین بعد از صدای اون که اعتراضش به وضعیت معلمین هستش در جامعه، تجمع اعتراضی معلمین مشهد را هم با هم میبینیم. اما یه 4 دقیقه رو تحمل کنید و حرفای من رو هم گوش کنید. من زهرا عوض‌زاده نیستم، من علیرضای بهشتی هستم، من محمد حبیبی هستم. من اسماعیل عبدی هستم، من زهرا عوض‌زاده نیستم اما از خراسان شمالی هم. از خراسان شمالی هم. محمد رضای رمضان‌زاده هستم از بجنور شهرستان خراسان شمالی که 45 روز تمام در انفرادی بودم و بعد از 45 حکم اخراجی اجباری رو گرفتم. من زهرا عوض‌زاده نیستم، از خراسان شمالی ام. من حسین رمضان‌زاده از خراسان شمالی ام که بعد از 45 روز انفرادی حکم تبعید رو گرفتم. من رو شناختید؟ خب حالا میرم سراغ یک حرفی که از دیروز یه بغض شد تو گلم، یه بغض سنگین شد. والا گوشام کر شد پنکارا از این فریادهایی که دیروز شنیدم. خوشحال شدم، گفتم چقدر من معلم مطالبه گر دارم. اما عزیزان، ما داریم در کجا داد میزنیم؟ در جایی داد میزنیم که کسی صدامون رو نمیشنوه. اون زمانی که پریناز به تنهایی اومد تحصن کرد و یک تحصن یک نفره کرد، چرا به دادش نرسیدید؟ چرا اون روزی که عوض‌زاده ها، صفدری ها، نادری ها حلم ناصر نیلسونی گفتن فریاد ها بلند نشد؟ چرا در انتظار دیدن پدرش؟ رزومه شما پر از تشویقیه، رزومه شما پر از افتخارات و معلم نمونه است. تبریک میگم بهتون. اما میدونید رزومه
خودمون داد بزنم. من مخل امنیت ملی نیستم. مخل امنیت ملی اختلاس یعنیه که مال مقبیدم. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی اطلاعی رو در اعتراض به سرکوب و بازداشت معلمین و کارگران صادر کرده که در این اطلاعی اومده که جمهوری اسلامی به خوبی دریافته که دیگه مردم اجازه نمیدن با امنیتی کردن هر اعتراضی حقوق ابتدایی آنها برای حق خواهی پایمال بشه. همه ترفندهای نخنمای تاکونی دستگاه‌های امنیتی نقش براب شده و برای همه می‌بینیم که روز 12 اردیبهشت روز معلم و روز 11 اردیبهشت روز جهانی کارگر معلمان و کارگران مورد هجوم قرار می‌گیرند. کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی این یورش وحشیانه به صف کارگران و معلمان را شدیداً محکوم می‌کنه و از همه نهادهای سیاسی مدافع زندانیان سیاسی در سرتاسر جهان میخواد که دستگیری ها رو محکوم کنه و خواهان آزادی تمام آنها بدون قید شرط باشه. همچنین ما خود کمیته توماری رو یا پتیشنی رو اعلام کرده که ما اون رو از طریق وبسایتمون میتونید دنبال کنید. اون رو تهیه کرده در اعتراض به بازداشت کارگران و معلمان و شما میتونید این پتیشن رو این تومار رو امضا کنید و به هر نهاد یا سازمانی که ارتباط داری اون رو بفرستید و اعتراضتون رو بر علیه این بازداشت ها و سرکوب ها اعلام کنید. در این رابطه ما شاهد این بودیم که سازمان ها اتحادیه‌های مختلفی از داخل ایران در رابطه با اعتراضات روز کارگر و معلم نامه های اعتراضی در رابطه با سرکوب و بازداشت نوشتن، از جمله اتحادیه آزاد کارگران، شورای بازنشستگان ایران و شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران و از جمله قطعنامه‌ای که دانشجویان قرار بود اعلام کنند در پایان راهپیماییشون که اجازه ندادن که در این قطعنامه‌شون دانشجو اعلام کردند ما در کنار کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر گروه‌های تحت ستم ضمن تاکید بر توقف و لغو خصوصی سازی خواهان اجتماعی سازی مالکیت و مدیریت هستیم، خواستار زندگی انسانی و رفاه هستیم و بر حق خود برای آزادی بیان، تجمع، تشکل مستقل و اعتصاب تا آخر می‌ایستیم. حضور ما در این گردمایا به خاطر دردهای مشترکی است که بر جان بخش‌های مختلف طبقه کارگر گذاشته است. بنابراین صراحت اعلام می‌کنیم فرزندان کارگرانیم و تا آخر در کنارشان می‌مانیم. همچنین سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی هم در ضمن محکوم کردن اعتراضات
سرکوب اعتراضات و بازداشت ها اطلاعی رو در این رابطه صادر کردم و خواهان آزادی تمام کارگران بازداشتی و معلمان بازداشتی شدن. و اما ببینید در سطح دنیا این با چه عکس العمل روبرو شده. ما شاهد هستیم که این اعتراض ها، این سرکوب ها و بازداشت ها مورد اعتراض خیلی از اتحادیه و سازمان های دنیا قرار گرفته، از جمله کنفدراسیون اتحادیه های کارگری نروژ، سندیکاهای کارگری سوئد، اتحادیه معلمان انگلستان، سندیکاهای فرانسوی که خودشون متشکل از 5 اتحادیه و کنفدراسیون هستن. و صحبتی که میخوام اینو در پایان برنامه‌ام اعلام کنم، یادمون باشه که نکته آزادی تمام، البته تمام بازداشت شدگان روز اول روز جهانی کارگر و روز معلم همشون همشون آزاد نشدن. تعداد زیادی از اونها آزاد شده، اما اینها با قید وثیقه یا کفالت آزاد شدن. و این ترفند جدیدیه که رژیم به کار میگیره برای چپاول بیشتر سفره خالی مردم. مردم دیگه چیزی ندارن در سفره‌هاشون، ولی متاسفانه رژیم دست به چپاول دیگر، غارت دیگری از سفره خالی این مردم زدن به وسیله بازداشت اونها و به جای زندان کردن اعلام وثیقه. و این وثیقه ها بار سنگینی نه تنها بر دوش زندانیان، بلکه بر دوش خانواده ها و تمام کسایی که نگران وضعیت عزیزانشون هستند که در زندان به سر میبرن. بنابراین باید ما یک جنبشی را بندازیم به عنوان جنبش نه به وثیقه. یعنی باید بیایم اعلام کنیم که ما به هیچ وجه حاضر به پرداخت این وثیقه ها نیستیم و اجازه ندیم که این غارت چپاولگری، و در اصل باید بگیم این گروگانگیری از سفره و جیب جان مردم ادامه پیدا کنه. و باید یک نه بزرگ به نه به وثیقه بگیم و به این جنبش بپیوندیم، به جنبش نه به وثیقه. ما از شما همه کسانی که درگیر این مسئله هستین، عزیزانتون در زندان هستن که الان براشون وثیقه اعلام کردن، میخوایم که به این جنبش بپیوندی. و خوشبختانه این جنبش را افتاده. الان کسانی هستن در داخل ایران که حاضر نیستن وثیقه پرداخت کنن، از جمله کسانی ما پروین محمدی رو داریم از اتحادیه آزاد کارگران ایران که گفته من با قید کفالت نمیخوام آزاد بشم. و همچنین راحله راهمی پور رو داریم که براش وثیقه بریدن و گفتن که باید این مبلغ پرداخت کنه تا آزاد بشه، ولی قبول نکرده. ما صدای راهله راهمی پور رو داریم که بهتره این رو از خودش بشنویم. سلام دوستان گرامی، من خواهر حسین راهمی پور از جوان باختگان دهه 60 که برادر من در سال 62 به اتفاق همسرش که باردار بود در منزلش دستگیر شد. تیر ماه 62 دستگیر شد و در شهریور 63 اعدام شد. من با پیگیری هایی که برای دادخواهی میکردم و مرتب از اون اولم نامه هایی رو برای همین مراجع قضایی رو فرستاده بودم و اهمیتی نداده بودم، برها صدای ما به کل جهان رسید و سازمان ملل هم پیگیری مسئله من شد. من بعد از پیگیری ها در سال 96 ریختن تو خونم و منو دستگیری کردن، زندان بردن، چند روز تو انفرادی بودم، بعد تو بند 209 بودم و با باجیایی که داشتم و تحت اینکه شما نباید پیگیر باشین، نباید دنبال این مسئله رو بگیرین و مسئله بوده و تموم شده و رفته. بعد از اینکه ما به قید وثیقه آزاد شدیم، دادگاه داشتیم تو تجدید نظر رو که تو 9 بهمن همین امسال سال 97 من داشتم و جوابش رو تو فروردین 98 به هم دادم. منو که یک سال حکم زندان داشتم، یک سالم رو به جزای نقدی تبدیل کردم و منو به 8 میلیون
جریمه. من نه دارم و نه این پولو میدم، به دلیل اینکه مگر جواب دادخواهی من جزای نقدیه. من برای چی باید این پولو بدم؟ من عزیزامو از دست دادم، به جای پاسخگویی به من برای من جزای نقدی تعیین میکنن. من از این جزای نقدی یک قرون نمیدم و ندارم هم بدم و رو حرفم هم هستم. نهایت این که منو میخوام بیان بگیرن و ببرن زندان اصلا برام مهم نیستش. من وقتی راهی رو رفتم و راه من جز حق چیز دیگه نبوده، بس من برای من مهم نیست زندان رفتم. الان زندگی من با بیرون با توی زندان هیچ فرقی نداره، بس من زندان رو ترجیح میدم به اینی که پول بهشون بدم. ممنون ازم. صدای راحله راحمی پور رو در رابطه با نه به وثیقه شنیدیم. این جنبش به راه افتاده و به نظر من همه شما باید پا به این میدون بذارید، به این جنبش بپیوندید و اجازه ندید رژیم با یک ترفند دیگه سفره مردم، جیب مردم رو خالی کنه. کمیته شما رو دعوت میکنه که به جنبش نه به وثیقه بپیوندید و به هر شکلی که میتونی اعتراضتون رو به این حکم که شکل دیگری از اذیت، آزار و شکنجه زندانیان و خانواده های اونها و در اصل باید بگیم یک گروگانگیری دیگری هستش از اونها پایان بدیم. میتونید با فرستادن کلیپ و یا ضبط صدا یا داشت یا در دست داشتن نوشته هایی اگه نمیخواین دیده بشین که اعتراضتون رو به این حکم چپاولگرانه اعلام کنین و خواهان آزادی همه بازداشت شدگان و تمام زندانیان سیاسی بدون قید شرط باشین. با تشکر از اینکه امروز با ما همراه بودین، تا برنامه دیگر روزگار خوشی داشته باشین.